سلام بچه ها، امروز اومدم براتون بگم از مسیر زندگی یه سافر انجینیر از ایران تا ایران. من ورودی 86 هم، رشته آیتی، و شاید جالب باشه براتون چرا یه آیتی، یکی که آیتی خونده الان اومده سافر انجینیر شده. خیلی چیز عجیبی نیست. خب کسی که رشته آیتی میخونه نصف درساشون مربوط به سافر انجینیره، یه بخشیش هم مربوط به مدیریته و تکنولوژی‌های نوعی که توی زمینه تو اینترنت هست و بیزنس‌هایی که تو اینترنت میشه راه‌اندازی کرد و مدیریت. خیلی از درس‌هامون در مورد مدیریت. من موقعی که داشتم درس می‌خوندم و دانشجو بودم، همون ترمای اول بود، برای یه پروژه‌ای که باید انجام می‌دادیم تو دانشگاه رفتم سراغ آموزش مجازی. یه تیمی بودن تو دانشگاه خواجه نصیر داشتن آموزش مجازی کار میکردن، من رفتم حالت تحقیقاتی ازشون بپرسم که خب مثلا چی کار میکنین، چجوری داریم پیاده سازی میکنین و حالا چجوری مدیریتش میکنین. ازشون من رفتم این سوالا رو بپرسم، خیلی کنجکاو بودن، خیلی دوست داشتم بدونم چی کار میکنن. اونا هم خیلی جالب شد براشون که من مثلا به عنوان دانشجو دارم اینقدر برام جالبه مثلا اومدم سمت آموزش مجازی. بهم گفتن بیا باهمون کم 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 کار کن، کارهای کوچولو کوچولو باهمون انجام بده و شروع کن یاد بگیر. منم خوشحال شدم، گفتم ای بابا، خیلی از سافر انجینیر شدن خوشم نمیاد، دوست نداشتم برم خیلی سمت برنامه نویسی و تصمیم گرفتم اوکی، این یه فضاییه که میتونم برم توش کار کنم، میتونم آینده‌ام بسازم. رفتم اون سمتی و دیگه شروع کردم کار کردن. حالش یه سال اول که اصلا حقوقم نگرفتم، حالش یه سال فقط کارآموزی بود، کار کردم باهاشون، درس میخوندم، دانشگاه میرفتم سر کار. بعد از یه سال کم کم کار جدی‌تر شد، من آدم جدی‌تری شدم و درآمدزایی شد برام، حقوق گرفتم، کار رسمی شروع کردم انجام دادن. بازم پارت تایم بود، میرفتم دانشگاه میومدم کار میکردم. بعد دیدم که خب حالا مثلا من تو هم آموزش مجازی که دارم کار میکنم نیاز دارم که یه جاهای برنامه‌نویسی بکنم، رشته هم میخورد، یه جایی هم دست به کار شدم، برنامه‌نویسی کردم و همزمان داشتم آموزش مجازی کار میکردم برنامه‌نویسی. تا اینکه یه جورایی شد که دیدم آموزش مجازی تو اون بره زمانی تو ایران جواب نمیده و کلا درآمد خاصی هم نمیشد ازش داشت، سرعت اینترنت خیلی پایین بود، خیلی مشکلات زیاد بود. این مشکلاتی که وجود داشت باعث شد که اول یه سری مسائل شخصی من ترجیح دادم که کم کم بیام به سمت برنامه نویسی. درسم تموم شد، یه مقدار رفتم سمت اپلای کردم برای اینکه دانشگاه خارجی درس بخونم، حالا به خاطر سربازی نتونستم برم، قبول شدم ایتالیا و ولی نتونستم برم به خاطر اینکه سرباز بودم و نمیتونستم، شرایطی هم نبود که بخوام این وثیقه بذارم و بیام، چون خیلی محدودیت زمانی داشتم واسه اینکه برم سر خدمت. اگه نمیرفتم غیبت میخوردم و دیگه خلاصه مجبور رفتم خدمت سربازی سه ماه آموزشی. بعد قبلش هم رفتم با یه شرکتی صحبت کردم، بهم خیلی دوست داشتم باهاشون کار کنم. وقتی رفتم خدمت آموزشی و دوران آموزشی رو سپری کردم، برگشتم بهم گفتن که بیا با همون کار کن. اونا گفته بودن که اگه اومدی تهران قبول شدی بیا با همون کار کن، که من خداشکر تهران قبول شدم و تونستم که حالا صبح تا ظهر میرفتم خدمت، دو یه ساعتی استراحت میکردم، چیزی میخوردم، بعد دیگه شروع میکردم کار کردن. هم با اون شرکته یه چند ماه کار کردم، بعد با دوستم شروع کردیم فریلنسی کار کردن و واسه کمپانی مختلف وبسایت میزدیم. من توی این مدت PHP کار کردم، CSS و JavaScript کار کردم، یه مدتی اندروید کار کردم، جاوا دیولوب کردم و اینا رو برای پروژه مختلف انجام دادم. جاوا واسه اندروید خیلی محدود بود، PHP خوب خیلی حرفه‌ای‌تر کار میکردم، واسه وردپرس پلاگین مینوشتم، واسه جوملا اونجا کامپوننتاشون رو ادیت میکردم، تو کانتریبیوت کردم خود جوملا رو و اون خیلی کمکم کرد برای اینکه بعدا بتونم شغل پیدا کنم. ولی خب بیشتر تمایلم به فرانت‌اند بود، خیلی رفتم به سمت اینکه فرانت‌اند رو دیزاین کردن و ساختن یه اپلیکیشن برام خیلی جذاب‌تر بود. رفتم اون سمتی. تو اون دوران سربازی ما خیلی بیشتر یاد گرفتم، خیلی زمان گذاشتم برای اینکه بیشتر یاد بگیرم. داشتم تو کنفرانس رفتم، کلی دوره گذروندم، میگم مثلا ساعت 2 بعد از ظهر که میرسیدم خونه یه ساعت استراحت میکردم، بعدش دیگه تا ساعت 1 و 2 نصف شب من داشتم درس میخوندم، کار میکردم.
هی سن تلاش میکردن که برای بعد سربازی که میخوام فول تایم برم اینجا کار کنم آماده باشم. گذشت و گذشت، سربازی من تموم شد دو سالش و با یه گروهی رفتیم سراغ یه استارتاپ زدن، یه اسپانسر اومد، یه استارتاپی بود و دیگه با اون مشغول شدم به استارتاپ پیش رو دیگه رفتم کم کم سمت استارتاپ های قوی تر، شرکت های بزرگتر و همینجور پیش رفت و یه چند سالی تو کار کردم. بعدش اینجوری شد که من با همسرم آشنا شدم اتفاقا اونم تو یه کنفرانس با هم آشنا شدیم و تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم. ازدواج کردیم، ایران یه مدت کار کردیم، بعد دیدیم که خب شرایط خیلی داره برای کار ما سخت میشه، برای کار هم سارا داره سخت میشه و دیدیم که بهتره که مهاجرت کنیم و از اون به اون چیزایی که میخوایم، اگه میخوایم برسیم به هدفمون برسیم و زندگیی که میخوایم داشته باشیم، یه راه خوبش اینه که مهاجرت کنیم. تصمیم گرفتیم مهاجرت کنیم، سارا آفر گرفت، اومدیم ایرلند و من اجازه کار داشتم موقعی که اومدیم اینجا. وقتی رسیدم اینجا از قبلش خیلی شروع کردم اپلای کردن، از 4-5 ماه قبلش، و یه جایی مصاحبه گرفتم، یه جایی آفر کاری گرفتم، ولی شرکت هایی بودن که عموماً آمریکایی بودن و هدکوارترشون تو آمریکا بود و هدکوارتر نداشتن توی ایرلند و این مسئله خیلی بود به خاطر که مخصوصاً موقع خیلی ترامپ تحریم کرده بود و من اون موقع داشتم دوباره کار میگشتم، اونا به من میگفتن که ما باید با تیم حقوقیمون چک کنیم مطمئن بشیم که باید قرارداد ببندیم. دیگه من اومدم اینجا، اومدیم ایرلند، من دو تا شرکت بودن که قرار بود این مسئله بررسی کنم و بهم پیشنهاد بدن، یعنی بهم گفته بودن که تو ما میخوایم بهت آفر بدیم، فقط این اپروومنت رو میخوایم از تیم حقوقیمون. دیگه منتظر اونا که بودم واسه همین شرکتی که دارم کار میکنم من نامه زدم، گفتن که من دارم میام ایرلند. دیگه هم ما رسیدیم، آخر هفته بود، روز اول هفته که دوشنبه بود من رفتم مصاحبه، خیلی سریع تو سه روز مصاحبه کردم، روز اول دوم سوم سه روز پشت هم کلی مصاحبه کردم و ولی خب میخواستن یه نیروی فرانت اند همون موقع میخواستن، منم مصاحبه ما خیلی خوب پیش رفت و هم آخر هفتهش بهم آفر دادن. یعنی مثلا بعد 3-4 روز من آفر گرفتم و شانس یه حال خوبی که داشتم این بود که اون موقعی که اون تیم ها اون شرکت های دیگه من گفتم به خاطر مسئله بودی با همکاری کنیم، همون روزی بود که من از این شرکتی که اومدم توش آفر گرفتم. من خیلی بودی من تاثیر داشت. این کمپانی که دارم باش کام کنم کمپانی اینم آمریکاییه ولی یه هدکوارتر هم تو ایرلند داره و این خیلی مهمه چون شرکت اینجا جدا ثبت شده و من در اصل قراردادم این شرکتی که تو ایرلند ثبت شده ولی کمپانی مالتی نشنال و الانم دو سال و خورده یه دارم باشون کار میکنم و رسیدم به این لولی که سنیور باشم توی کمپانی و خیلی فرق داره. اون موقعی که تو ایران بودم اونجا هم پوزیشنم سنیور بود، اما موقعی که اومدم اینجا واقعا اختلاف سطح وجود داشت بین این کمپانی و کمپانی هایی که دیدم اینجا بچه دارن کار میکنن و با اون چیزی که من تو ایران دیده بودم، لول کاری، نظم کاری و بر روی قواعد کار کردن خیلی متفاوت بود. این باعث شد که من اینجا که اومدم اولش یه ذره رفتم عقب، حس کردم که نه من مثلا ممکن اینجا سنیور نباشم، واقعا اولش نبودم، ولی خب با تلاشی که کردم و این زمانی که تجربه به اضافه کرد باعث شد که بتونم به این لول برسم و خب توی زندگی من دوست داشتم خیلی بیشتر تو همین زمینه پیش برم، سعی کنم بهترین چیزی که میتونم توی رشته‌ای که دارم کار میکنم باشم و به نهایت اون دست پیدا کنم. این داستان زندگی من بوده، زندگی کاریم از ایران تا ایرلند، چجوری اپلای کردیم، چه اتفاقاتی افتاد برام، چجوری کارم پیش رفت. الان هم دارم فرانت اند کار میکنم ولی چون مثلا پایتون هم کار میکنم، مقدار جاوا اسکریپت هم کار میکنم، بیشتر به اون سافتور انجینیر میگن تا فرانت اند دیولپر و پوزیشن هم سافتور انجینیره و خوشحالم. هر سوالی که باش داشتین در زمینه برنامه نویسی، هر جایی که بتونم کمکتون کنم، توی یوتیوب، حالا توی اینستاگرام سارا اگه بهش پیغام بدین، توی یوتیوب اگه پیغام بذارین من هستم، سعی میکنم کمک کنم و هر دانشی که داشته باشم در اختیارتون بذارم در مورد
اپلای کردن یا رزومه نوشتن یا کار پیدا کردن باشه توی هر جایی که اطلاعات داشته باشن دربارهش میتونم بهتون کمک کنم، در خدمتتون هستم. لایک کنین، سابسکرایب کنین و امیدوارم که همراهمون باشین. حال دلتون خوب باشه، با انرژی باشین. خداحافظ.